با تیم ملی خدافیزی کرده پروین، یعنی که فعلا این سفر نیومده، شما اطلاع دارید یا نه؟ منم والا نمیتونم، ولی فکر کنم رفتن دیگه. یعنی به کل رفتن از تیم ملی. بله، کسی حرف به خصوصی اگه داره بفهمید، اینجا تریبونی هست که به هر حال مال شماست و شما باید ازش استفاده بکنید. من تا همش من حرف میزنم، نیست صحبتی ها. تیم ایران بعد از تحریم المپیک مسکو به امید فتح 4 باره جام ملت‌های آسیا راهی این بازی‌ها شد. مسابقات در 2 گروه 5 تیمی برگزار شد. تیم ما در گروهی قرار گرفت که تیم‌های سوریه، بنگلادش، کره شمالی و چین در آن بودند. تیم ملی فوتبال ایران بعد از تساوی بدون گل با سوریه در مقابل چین 2-2 متوقف شد و برای صعود به مرحله بعدی بازی‌ها احتیاج به کسب پیروزی در 2 دیدار باقی‌مانده برابر بنگلادش و کره شمالی داشت. بازی ایران و بنگلادش مطابق انتظار 1-طرفه بود. برای بهتاش، به حقیقیان، به دینورزاده، دانایی فرد، یه توپ میفرسه بهتاش، استوپ عالی و شوته عالی تر بهتاش فریبان. حقیقیان، دینورزاده، بچه ها یه مقدار اگه سرعت بدن به بازیشون کارا حل میشه. روشن حالا در موقعیت توپ و دروازه و توی دروازه، دومی گل ما رو با استادی من باید بگم که حسن روشن میزنه و روشن کورنر رو برای ما میزنه کوتاه، برزگری و گل، گل سوم تیم ملی فوتبال ایران در 27 دقیقه مسابقه با ضربه سر عبدالرضا برزگری به ثمر میرسه. با او درگیر هست علی دوستی، حالا همه رو ولو میکنه اون وسط، فرصت برای بهداشت و گل چهارم ما وسیله بهداشت فریبا در دقیقه 34 مسابقه به ثمر میرسه. روی بازی ما با کره که احتمالاً داریم، چه پیشبینی رو دارید و چه تدارکی رو در ذهن خودتون برای رویارویی با کویت؟ من برای رویارویی با کویت، یک، باز به حساب روحیه تیم بالا بردن، علاوه خصوص دفاع رو باید بالا ببریم. البته می‌بینید من 1-2 نفر رو بیشتر به کار کشیدم، نه اینکه رو انرژیشون اثر بذاره، به خاطر اینی که بدونن که هنوز میتونن و خوب هستن و باید کار بکنم، لازمه یه مقداری بالا باشه. ضمناً این تیم که الان می‌بینین، اون بازی که دلخواه که من می‌خواستم هنوز نتونسته بکنه. بله. یا ما بعد تدارک دیدیم یا وضعیت طوری بوده که نتونسته خودش ارائه بده. تیم ایران در مرحله نیمه نهایی طبق قرعه به کویت میزبان بازی‌ها برخورد کرد. و این زمان مصادف شد با شهریور سال 59 که همراه بود با شروع جنگ تحمیلی. همچنین بمباران شهر تهران باعث نگرانی تمام بچه‌ها شد و من خاطرم هستش که خب اخبار جنگ رو مرتب در اردوی ما پخش می‌کردن. برادر حسن روشن شهید شدش اونجا و این خبر پیچی تو اردوی تیم ملی ایران و همه واقعا ناراحت و نگران بودیم. ولی با همه این وجود بچه های ما مصمم بودن که بالاخره تحت هر شرایطی فینال راه پیدا بکنن. شما با توجه به شرایط بحرانی که داریم، یعنی خبرهایی که از ایران میرسه و موقعیتی که میهنمون داره در مقابل دشمن، شرایط روحی بچه‌ها رو چه جوری می‌بینید در مقابل این مسابقه نیمه نهایی که در پیش داریم؟ البته خبرهای خوشی از تهران به بچه‌ها رسیده که خیلی امیدوارکننده بوده و خیلی بچه‌ها خوشحال شدن، یعنی روحیه گرفتن برای بازی سمی فاینال و امیدواریم که در سمی فاینال بتونیم کویت رو با نتیجه خوبی شکست بدیم و بینندگان عزیز رو شاد و مسرور کنیم. ما تقریبا فکر کنم 1-2 روز تا صبح نمیخوابیدیم و خبر جنگ به گوشمون میرسید. بعضی تیم خوبه نسبت به بازی سنگاپور، بیشتر بچه ها با هم بازی کردن. بله. چون بازی سنگاپور خیلی کم با هم بازی کردن، بازی تیمی کم بود، بازی تدارکاتی هم نداشتیم اصلا، ولی تقریبا بیشتر بازیکن ها همونایی هم که در سنگاپور بودن. بله. یعنی یه مقدار بازی هایی که کردن تقریبا تدارکاتی میشه برای بازی های اینجا. الان بعد از ظهر ما از 1 هفته قبل برنامه تمرین دادیم که 6 به بعد تمرین میکنیم. الان اومدن میگن که 6 نمیتونید، شما 4 نمیتونید تمرین میکنید. ما
در مقابل تماشاچی یا داوری که ممکنه به نفع کویت بگیره هیچ به اصطلاح سر تسلیم فرود نمیاریم و واقعا چون بچه‌هامون با تجربه تر از بازیکن‌های دیگه تیم ها هستن میتونیم در مقابل کویت وایسیم و حتی من میتونم به نتیجه 2-0 یا 2-1. حالا با توجه به وضعیت تیم ما و کویت شما نتیجه مسابقه رو چی پیش بینی؟ من نتیجه مسابقه رو به نفع خودم پیش بینی میکنم. شما شانس قهرمانی ایران رو چقدر میبینید در این مسابقه؟ من 199. با این وجود ما بازی کویت هم بازی کردیم، خیلی هم خوب بازی کردیم، ولی از لحاظ این خبرهایی که به ما میرسید ما نتونستیم اون نتیجه دلخواهمون رو به دست بیاریم که متاسفانه اون بازی رو 2-1 به کویت واگذار کردیم، نتونستیم صعود بکنیم. بهتاش بین جمال یعقوب و محبوب جمعه همش درگیره و این طرف روشن رو یار دیگه کویتی در اختیار داره، چون در اختیار ایرج دانایی فر. یک بازی هم جاسم یعقوب فکر کنم گل اولو به ما زد که از پشت دفاعمون حرکت کرد، دفاعمون تقریبا کون بود در اون بازی که همه دفاعمون رو رد کرد، تک به تک با من شد که گلو به سامن رسون که 2-1 بازی رو واگذار کرد. خنجری هست و عبدالعز جاسم یعقوب و توی دروازه ما توپ رو جای میدن. این توپی نبود به اعتقاد من که ما به این راحتی دریافت بکنیم. فیصل و دخیل من فکر کنم از پشت 18 قدم زد که من تلاشم رو کردم، حتی با دست رد کردم، انقدر شوت سنگین بود، در صورت به گوشه دروازه رفت. این طرف حالا جاسم یعقوب هم میرسه، الانبری هم هست به خود فیصل دخیل و توی دروازه ما فیصل دخیل دومین گل تیم کویت رو جای میده. خاطرم هست من خیلی آتش داشتم برای بازی کردن، اما خب به تشخیص کارت من فکر میکنم که 15 دقیقه آخر بازی رو وارد بازی شدم که ما 2-0 عقب بودیم و در نهایت روی ضربه کرنر در دقایق پایانی بازی من گل ایران رو زدم. فرصت داره، باید بزنه دیگه و توی دروازه گل اول ما شکل میگیره، منتها فرصت تنگه و باید دید که کار به کجا میکشه. تنها 2 دقیقه فرصت. نوع داوری میتونم بگم که مشکلاتی بود که کویتی ها باز طبق معمول خودشون روی زمین مینداختن، بعد از دور وقت کشی میکردن و عجیبه که داور مسابقه حتی وقت قانونی رو هم نگاه نمی داره و زودتر از 45 دقیقه سوت پایان رو به صدا در میاره. در شرایطی که تیم ما برای اولین بار در 4 دوره آخر جام ملت‌های آسیا از صعود به دیدار نهایی باز مانده بود و با روحیه بسیار بد که ناشی از شروع جنگ تحمیلی بود، در دیدار رده‌بندی برابر تیم کره شمالی قرار گرفت. مرحله ما یک بار قبل از اینکه به در مرحله رده‌بندی شرکت بکنیم در مقابل کره شمالی با این تیم روبرو شده بودیم که بازی رو 3-2 برده بودیم و یادم هستش که اون بازی هم بازی بسیار دشواری بود برای اینکه ما راه پیدا بکنیم به مرحله بالاتر. درخشان کرنر رو زمینی میرفته فرکی تو پاسا شده میشه بهتاش و توی دروازه اولین گل ما. سرانجام بهتاش مثل که حرف ما رو شنید و گل اول ما رو در شرایطی که 5 دقیقه از نیمه اول رو دوم رو پشت سر میگذاریم، گل پیروزی ما شد. بهتاش یه توپ خوب برای برزگری که یه یار فقط جلوش هست و فرصت برای همه کار، توپ از دست دروازه رها میشه و فرکی با بینایی و با تلاش چشمگیری موفق میشه که گل دوم ما رو توی دروازه خلق کره جایی بده. نرشگر و دانایی فر همه هستن، نرشگر هنوز اومده تو، فرصت برای ایرج، توپ از اون رها میشه، فرکی توی دروازه، گل سوم ما وسیله حسین فرکی توی دروازه خلق کره جایی میگیره. البته کره شمالی رو دیگه بازی رده بندی بود که دیگه من بار نگسادم، آقای بوستانی باشد، کریم بوستانی که اون نتیجه رو هم بچه ها فکر کنم 3-0 به دست آوردن و تونستن سوم آسیا بشن. اون بازی رو با تمام مشکلاتی که داشتیم ما بردیم و سوم شدیم در اون دوره از مسابقات جام ملت‌ها و به کشورمون برگشتیم که حالا برگشتن به کشورمون هم خودش خاطرات خیلی زیادی رو داره که ما از طریق هوایی نتونستیم به کشور بیاییم، با توجه به اینکه یک پرواز 1 ساعت و 10 دقیقه از کویت به کشور بود، شاید ما 4 روز در راه بودیم که بتونیم تیم ملی در واقع از طریق مرز باکو
و کشور سوریه خودش رو به وطن برسونه و در یک حالتی اومدیم که حکومت نظامی بود، خاموشی بود و بچه های تیم ملی اون موقع میتونم به جرات بگم که واقعا مظلوم واقع شدن و خیلی غریبانه با توجه به اینکه حالا سختی های زیادی رو تحمل شده بودن وارد کشور